تو این جلسه میخوایم با ابزاری آشنا بشیم به اسم بولیان. بولیان به ما کمک میکنه تا بتونیم بین چند تا جسم مختلف ارتباط برقرار کنیم. این ارتباط میتونه چه جوری باشه؟ میتونه اینجوری باشه که ما مثلا از یک جسم سه‌بعدی بیایم یک جسم سه‌بعدی دیگر رو خارج بکنیم یا بینشون اشتراک بگیریم یا عملکردهای مختلف. ارتباط برقرار کردن به هر شکلی بین چند تا جسم سه‌بعدی رو با ابزار بولیان میتونیم انجام بدیم. سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه هرچی عبدالکریمی هستم امیدوارم تا آموز... از آموزش که تا این لحظه پر کردم لذت برده باشین اگه فکر میکنین که این آموزش میتونه برای کسی دیگه یا مفید باشه لطف میکنین اگه براشون بفرستین و حتما از همه محتوای خوب فارسی حمایت بکنین تو این جلسه همونطور که عرض کردم میخوایم با ابزاری داشته باشیم به اسم بولیان. بولین مثلا به ما کمک میکنه که ما ما یه دونه مکعب مستطیل داشته باشیم بعد میخوایم مثلا وسط این مکعب مستطیل یه دونه حفره رو خالی بکنیم بولی هم میاد این کار واسه ما انجام میده یعنی ما یه دونه استوانه میکشیم یه دونه مکعب مستطیل هم میکشیم بعد اون استوانه رو از اون مکعب مستطیل کم میکنیم توی فکر کنم همون دبیرستان راهنماییم هم داشتیم مثلا دو تا گروه داشتیم که بینشون باید اشتراک میگرفتیم یا همدیگه کمشون میکردیم این همون کاریه که ما با بولی هم میتونیم انجام بدیم وارد پروژه میشیم بچه‌ها من اول میام یه دونه باکس ایجاد میکنم ابزار بولین ابزاری که ما هم واسه اجسام سه بودی میتونیم ازش کمک بگیریم هم با اجسام دو بودی Alt و W میزنم برای اینکه پرسپکتیو تمام صفحه بشه ما دو نوع بولیان داریم بچه یه دونه پرو بولین یه دونه بولین ساده خب من اول میام چند تا جسمی که فکر میکنم کمکم میکنم رو اول اینجا ایجاد میکنم یه دونه مثلا میام باکسم این سمت میکشم به این شکل خب برای اینکه من بتونم جسمم رو تبدیلش بکنم به بولین در مرحله اول بهتره که اول ادیت پولی بهش نسبت بدم و در مرحله بعدی بیام به استاندار کامپون تبدیلش کنم یعنی چی من اول میام همه جسم های سبودی رو بدون ادیت پولی بهشون میدم اف اف رو میزنم بچا تا بتونم سیگمنت ها رو ببینم همونطور که میبینید سیل سیلندر من خیلی سگمنتاش بیشتر از باکسامه باکسام همشون ساده ولی سیلندر هم میبینید سگمنت زیادی توی طول و دورش داره اگه برگردم به بخش سیلر میتونم این سگمنت ها رو پاک بکنم یا تعدادشون رو زیاد و کم بکنم حالا برمیگردم به ادیت پولی میام به این باکس هم, چند تا سگمنت اضافه میکنم وارد بخش باکس هم میشم ببینید اینجوری میتونیم سیگمنت ها تعدادش رو تغییر بدیم حالا وارد ادیت پولی میشم اف 4 هم زدم که بتونم سگمنت ببینم یه نکته که در مورد بولیم مهمه اینه که بچه شما باید تلاش بکنید جسماتون دقیقا از همدیگه رد شده باشن ببینید الان این باکس من با این یکی باکسم جی رو میزنم که گیرید بره ببینید صفحات پایینشون رو هم اوورلپ شدن یعنی دقیقا توی یه سطح قرار دارن اگه مثلا قرار این سیلن رو از دل این مکبه در بیارین بهتره که این سیلن رو خود جابجا بکنید یعنی بیارینش پایین تر تا اون صفحهی که این پایین هست ناکنید یک بخشی از این مکعب مستطیل با پایینه این سیلندر ما مماس شده صفحاتش رو هم. تا این اتفاق رخ نده یعنی دقیقا سیلندر ما کامل رد شده باشه از توی مکه اینو اول میارمش پایین تر یعنی سعی بکنید اگه قرار جسم یا جسم دیگه کم بکنید این کار رو انجام بدین قشنگ اجسامو رو کنید این به این شکل اینجوری که صفحات پایینش لب به لب باشه رو نذارید به اونو بیاریدش پایین تر تا کاملا بتونیم از توی این خارجش بکنیم. حالا روی باکس کلیک میکنم برای اینکه ما بتونیم از بولین استفاده کنیم باید بریم تو همون بخش کرییت بچا ما به صورت اورجینال همیشه توی بخش استانداردیم ولی برای استفاده از بولین باید جسممون تبدیل بشه به کامپوند وارد بخش کامپوند میشیم ببینید اینجا ما دو نوع بولین داریم بولیان و پرو بولین دو تا ابزار تقریبا کاربرد مشابهی دارن ولی پرو بولین سری امکانات بیشتر در اختیار ما قرار ده. من اول از بولیان استفاده کنم. ببین به من بولیان رو بزنم برای من یک منو اینجا باز میشه که میتونم توش اپرند اضافه بکنم اپرند یعنی همون بتونم آبجکت مختلف اضافه بکنم و تعیین بکنم که مثلا کدوم آبجکت از این حجم من کم بشه مثلا من اول میخوام این سیلندرم از این باکس هم کم بشه ببینید به طور اتومات وقتی باکس انتخابه من وارد بخش بولین میشم خودش نگاه کنین اولین آبجکت اومده همین باکس رو قرار داده من میتونم اینجا اد اپرند رو بزنم این باکس هم انتخاب بکنم خب یه نکته از بچه ها ببین به صورت دیفار روی بخش یونیونه یونیون یعنی چی؟ یونیون یعنی این که اومده اجتماع این مکعب و این سیلن رو گرفته یعنی چه اتفاقی رخ داده ببینید بچه من افسه رو میزنم نها کنید چه اتفاقی رخ داده اومده پوسته مشترک این دوتا جسم رو نگه داشته نها کنید اون بخش از مکعب که داخل این سیلن بوده نها کنید تو خالی شده برای اینکه فرقش رو متوجه بشین از بدید من قبل از اینکه بولیان رو انجام بدم ببینید ببینید در وحله اول این شکلی بودن دیگه نگاه الان F3 رو زدم که بتونیم داخلش رو ببینیم نگاه این سیلندر هست این باکس هم هست بعد نگاه این نقطه تلاقیشون رو هنوز داریم سگمنت ها رو میبینیم اما اتفاقی که رخ میده بعد بولین چی الان دقت بکنید من دوباره وارد بخش بولین میشه الان توی یونیون هم. توی همون یونیون هم بخش اجتماع یعنی جمع کردن دوتا تا جس با نگاه چه اتفاقی اینجا رخ میده به این بخش مشترکشون دقت بکنید که توی همدیگه رفته اد اپراندو میزنم حالا سیلندر رو انتخاب میکنم ببین چی شد انگار اومده وسط این سیلن رو جایی که با این مکعب برخورد رو تو خالی کرده ببینید سگمنتاش پاک شد از این بغل دیگه مشخص خب یعنی پوسته مکعب رو نگه داشته پوسته سیلن رو هم, نگه داشته اون وسطش که با هم تلاقی داشته رو پاک کرده ولی من توی حالت عادی از بیرون الان دارم این حالت اول میبینم الان افسر رو میزم نا کنید از بیرون انگار فرقی نکردم شما هنوز دارید دوتاشون رو با هم دیگه ولی از داخل اون بخش از سیلن الان پاک شده این کاری که یونیون انجام میده حالا تو همین حالت که سیلند انتخاب هست من میتونم حالتش رو عوض بکنم بزنم روی اینترسکشن اینترسک باعث میشه که بخش مشترکشون بمونه ببینید بخش مشترکی که بین این مکعب و این سیلند وجود داشت اگه بزنم روی اینترسک فقط اون بخش میمونه سابترکت چی کار میکنه مثلا مکب رو نگه میداره اون سیلند رو از توش خالی میکنه پس چی شد این یونیون جمعشون با هم؟ این اینترسک اشتراکشون با هم سابترک یعنی اون جسم اول من باکس اولمو نگه داشته باکس دوم من که سیلندرم هست ببینید شکلش عوض میشه بغل خود سیلن وقتی من میزنم اون بخش رو از داخل این کم کرده خب یه سری بخشای دیگه هم داره که الان خیلی ازش استفاده نمی‌کنیم واسه مدل سازی بیشتر همین حالت رو استفاده می‌کنیم یه نکته دیگه هم راجع بولین بهتون میگم بچه‌ها بولینا واسه کارهای ساده مثلا واسه همین کاری که الان انجام دادیم میتونن مورد استفاده قرار بگیرن ولی توی مدل سازی حرفه خیلی از بولیان استفاده نمیکنن چرا چون بولیان باعث میشه که جسم ما همون توپولوژی مفاهیمی که جلسه پیش داشتیم توپولوژی جسم ما خیلی خوب شکل نگیره الان نگاه کنید اون سیلن رو از دل مکب مکعب درآورده خب ولی ببینید سگمنت که الان روی این شک ایجاد کرده هیچ رفتی به سگمنت مکعب نداره خب اگه من الان مکعب بیسیک اولیم رو هم. من کنترل زد میزنم ببینید این مکعب اول من میام الان به اونم سگمنت اضافه میکنم خب تو همه بخشاش میام اینجوری سیگمنت اضافه خب الان اگه من باز بیام این مکعب رو تبدیل بکنم به بولین خب سافترک بزنم اول از اوپرند رو بعد بزنم سینن رو اضافه کنم بعد رو سافترک ببینید این الان اون سیلن از دلی مکعب خالی شده ولی نگاه کنید سگمنتاش خیلی منظم نی الان نگاه کنید این سیگمنت این مکعب اومده ولی دیگه نتونسته ادامه پیدا بکنه نگاه شده سگمنت ها این سیلنده دوباره بالا پایین میبین یعنی یعنی هایی که ایجاد شده روی جسم ما بر اساس اون اجسام دیگه خالی میشن یعنی اومده سگمنت های اون سیلندر رو در نظر گرفته عینا اومده از تو دل این خالی کرده ولی دیگه کاری نداره که خود این مکعب من الان سگمنت ها قرار گرفتن خب این باعث میشه تو ادامه کار من خود به مشکل بر بخویم توی مفهوم توپولوژی گفتیم که اهمیت داره مثلا الان من اگه بیام لوپ بزنم این سگمنت مکعب منو خب دیگه اینجا رو نمیتونه انتخاب بکنه ببینید شکل درست هست از لحاظ سبودی ولی منظم نیست چون سگمنت ها قراقاتی و بینظم قرار گرفتن تو امتداد هم دیگه نیستن مثلا خیلی بهتر بود الان این سگمنت موکب که میاد دقیقا این سگمنتی این که اینجا داریم مال سیلندر بوده این سگمنت دقیقا بیاد از این وصل بشه تا این که امتداد پیدا بکنه ولی خب الان این اتفاق نیفتاده رو همین بین از بودنشه که خیلی جا ممکن از بولیان استفاده نکنه ولی واسه کار ساده ما میتونیم ازش کمک بگیریم یه نکته هم که هست بچه‌ها ما اینجا یه منوی داریم به اسم منوی دیسپلی خب شما میتونید تعیین بکنید این بغل که در عین حال که دارین نتیجه نهایی رو می‌بینید رو حالت ریزال روی اپرند این باعث میشه که هم اون جسم قبلیتون هم ببینید ببینید الان اون جسم قبلی مشخصه اینم مشخصه میتونیم بزنیم روی سلیکتد اپرند فقط دیگه اونی که این بالا سلیک شده رو میتونید ببینید الان مثلا رو باکس میذارم چون روی چون دیسپلی روی سلکت اپرنده فقط میتونم حالت اولیه باکس هم رو ببینم اگه بزنم روی اپرنس هم دارم حالت اولیه باکس رو ببینم ببینید خط باکس معلومه خطوط سیلندر هم معلومه اگه رو حالت ریزالت هم باشه که نتیجه نهایی رو داره به نشون میده این هم حالتایی که دیسپلی در اختیار ما قرار میده یه آپشن دیگه هم که ما داریم اینه که بچه‌ها میتونیم تو همین مرحله خب بیایم اپراند بعدی هم اضافه بکنیم ببینید همچنان گزینه اد اپراند روشنه من هم میتونم اد اپراند رو بزنم حالا این باکس هم, هم انتخاب بکنم ببین اون یکی هم شروع کرد کم از دل این خالی کردم ببین الان ما یه باکس اولیه داشتیم باکس دو ازش کم شده سیلند یکم ازش کم شده حالا میتونم مود هر کدوم از اینا فرق بکنه یعنی باکس دو دیگه کم نشه با باکس دو اشتراک پیدا بکنه این یعنی چی شد؟ الان این ترتیب اوپرند ها مهمه من یه باکس اولیه داشتم بذاری رو حالت اوپرند باشه خب یه باکس اولیه داشتم اومدم اشتراکشو رو با باکس دو گرفتم خب شده این مکعب این شیشه یا نه اون مکعبی که اون وسطه بعد از اون اومدم این سیلندر یکو کم کردم خب چون طبعا تو اشتراک اون دوتا دیگه این سیلندر نیست خب نتیجه نهایی هم که ریزالت میذارم دیگه توش اثری از سیلندر وجود نداره یعنی میخوام بگم ترتیب اینها هم مهمه من الان میتونم این سیلند رو بیارم بذارم بالا اون وقت ممکنه که با توجه به کاری که انجام دادم حالت شکلم کلا عوض بشه الان ناکنین رو حالت اپرند باز میذارم باکس اولی همه سیلندر یک ازش کم شده با باکس دو اشتراک گرفتم باکس دو هم باز میتونم بیام مودش رو عوض کنم ببینید بغل خود باکس دو حالتش رو نوشته نها سیلندر یک روی سابترکت سیلن... باکس دو روی حالت اینترسک اونم اگه بذارم روی سابترک ترک کنید انگار هر دو تا باکس اومدم از اون هر دو تا جسم اومدم از اون باکس اولام کم کردم همینجوری میتونید اپرند اضافه کنید یعنی الان من میتونم بیام یه سیلندر دیگه هم اینجا بکشم اون سیلندر هم بیام سابترک بکنم یا نه یه کدومو باهاش مثلا یونیون بزنم جمع بزنم از یه دونه دیگه کم بکنم توی مفهوم های ریاضی همون راهنمای دبیرستانیتون باشه بود مثلا میمدیم بین دو تا گروه اشتراک میگرفتیم بعد از اشتراکشون میمدیم یه جسم دیگر رو کم میکردیم اینجا هم همین اتفاق میافتاد یه باکسی داریم ازش یه سیلند کم کردیم یه دونه باکس دیگه هم کم کردیم میتونه هر کدوم اینا عوض بشه مثلا این باکس با این سیلندر جمع بشه بعد بیاد از اون یکی باکس شما رسته کم بشه دیگه بعد خود باش کار بکنین تا ملکه ذهنتون بشه قابلیتاش ولی به طور کلی همین بود بولیون به منظرم میخوام بولیون چیه بولیون به ما کمک میکنه که بیایم ارتباط برقرار کنیم بین جس... ج... ج... چند تا جسم سبودی بیشترین کار هم توی همین اشتراک گرفتن و سابترک کم کردن یه جسم سبودی از یه جسم دیگه است یه قابلیت دیگه هم که داریم اینه بچه هم. من مثلا میتونم بیام باکس دوم روی باکس دو توی همون حالت اپورن دبل کلیک بکنم ببینید رو حالت انتخاب قرار میگیره ابزار موو روشن میشه من میتونم به صورت لایو بیام اون باکس رو تغییر بدم و نتیجه رو توی جسمم ببینم میتونم بیام حالا به جای باکس سیلن رو روش دبل کلیک بکنم بعد سیلن رو شروع کنم تکون دادن ببین میتونم نتیجه نهاییش رو زنده ببینم که اون سیلن رو هم میشه هم چنان توی بولین نتیجهش رو ببینم رو حالت ریزالت هم بذارید که معلومه. ببینم الان من دارم سیلندر رو, رو تکون میدم داره زنده بهم نشون میده که چه اتفاقی داره توی جسم سبودی میفته ببینید خیلی جالبه این کار بردن آپشن بعدیمون چیه بچه آپشن بعدیمون پرو بولیانه پرو بولین هم همون کار بولیان رو انجام میده منطقه سری امکانات بیشتر هم در اختیارمون قرار میده من دوباره وارد بخش استاندارد میشم میام از اول یه دونه باکس میکشم میام یه دونه سیلند رو هم بغلش قرار میدم یه دونه باکس دیگه هم رو نقطه طلاقیشون بکشم اینجوری که اطلاعات بهتری به ما بده خب میبینید که همه سگمنت هم سیگمنت دارم اولی که سهنم خواهد بشه دیلیت میکنم و یکی جسمم رو ما الان یه همچین جسمی داریم باز میتونیم از ابزار پروبولیان استفاده کنیم روی باکس هم کلیک میکنم این بار وارد بخش کامپاوند آبجکت میشم الان میذارمش روی پروبولین امکانات اولیه ای که در اختیار ما قرار میده این هم بولینه ناکو هم گزینه ها هم داره اینترسکشن داره سابترکشن داره مرج و حالا ابزارهای دیگه سابترک رو دوباره الان اگه انتخاب بکنم اینجا ناکن ای استارت پیکینگ داره خب من میام ناکوین اون مکب رو کم کردم ازش یا نه میام این سیلن رو ازش کم کنم میتونید همینجوری سلیک بکنید این بغل ناکوین ای بچه تو این لیست اضافه میشه میتونید دوتا رو انتخاب بکنید اینو بزنید اینم بزنید ببینید هم سیلن رو ازش کم کرد همون مکعب اما امکان خیلی خوبی که پرو بولیان در اختیار ما قرار میده بچه توی چه بخشیه توی همون بخشی که بولیان ظرف داشت یادتون باشه گفتم بولین مثلا نگاه میکنه این سیلندر من چند تا سگمنت داره عینا همون سگمنت ها رو وقتی از یه مکعب کم میکنم میندازه رو مکبه. بی‌نظم میکنه یه مقدار جسم اولی هم رو ولی آپشنی که پروبولین در اختیار ما قرار میده اینه که میاد خودش واسه ما سگمنت سازی انجام میده چه جوری این کارو میکنه ما یه بخشی داریم بچه ها تو این منوی پروبولین میان تر بخش ادونس آپشن ببینید یه بخشی داره به اسم کوادریتی ترنال ولی سخت تلفظش میاد کواد میکنه به اصطلاح میاد اون سگمنت اولیه‌ای من سیگمنت های باکس هم چارتایی چارتایی میکنه خب یعنی باعث میشه که این جسم دو حالت بهینه ای بولین رو انجام بده من نها کنید میکو میزنم خب بعد میام تو هم بخش استارت پیکین اینو انتخاب میکنم اینم انتخاب میکنم ببینید چه جوری واسه من سگمنت اضافه کرد این امکان توی بولیان که نبود یعنی توی بولیان وقتی ما میومدیم اومدیم دیلیت میکردیم خودش دیگه سگمنت ها رو تغییر نمیداد توی جسممون ولی ما میتونیم این میکو بزنیم بعد میاد به یه درصدی واسه ما اضافه میکنه اگه بزنمش روی یک این درصد ها یعنی مکعبمون میشه وقتی روی یک درصد ناکنین کنین چارزلی هایی که واسه ما ساخته چارزلی های کچکتر ولی خب اینجوری خیلی جسممون سنگین سنگی میشه چون تعداد پولیگان زیاد میشه روی سه میذاریم سه خوبه ببین خودش الان اومده یه سری سگمه نها این جایی که من ازش کم کردم سیلن رو ببین این دور خودش اومده یه سگمنت اضافه کرده این چه کمکی به ما میکنه ایاتون باشه چنفر یادتون بود وقتی میخواستیم چنفر بزنیم لبه های جسم نرم میشد وقتی ما توی حالت بولیان باشیم بهش چنفر بدیم اصلا کاری نداره که این جسم ما یه چیزی ازش کم شده خب میان رو هم حالت اولیه چنفر میزنه اما خوبیش اینه الان اگه من بیام به این جسم مثلا یه دونه مادیفایر چنفر بدم خیلی نرمتر و قشنگتر میاد چنفر رو روش انجام میده چنفر رو میزنم یه مقدار بعد اندازش رو بیشتر بکنم F4 رو میزنم رو حالت های مختلف بس به کنج دقت بکنید تاثیرش رو میدید توی لبه ها امون تو میزنم روی 5 سانتیمتر زیاده روی 1 سانتیمتر F4 رو باز میزنم میام سگمنت پیش اضافه میکنم عمقش رو بیشتر میکنم ببین بچه ها سیگمنت رو زیاد میکنم ببین چقدر لبه های جسم من نرم شد خب این نرم شدن حاصل چی بود؟ حاصل چنفر بود اما چنفر چه جوری کار میکرد؟ چنفر به سیگمنت هایی که روی جسم همین لحظه وجود داره نگاه میکنه خب من وقتی تونستم توی پولوبولین بیام یه همچین سگمنت ایجاد بکنم باعث میشه که وقتی بهش چندفر میدم چنفر قشنگتر اجرا باشه قشنگ بیا لبه های تیز و مقدار نرمشون بکنه تا طبیعی تر به نظر بیان این قابلیت چجوری به وجود می با استفاده از همون قابلیت make کواد. چرا؟ چون خودش میومد واسه ما سیگمنت سازی می کرد یک کاری می کرد که جسم ما بهینه تر و قشنگ تر ایجاد بشه البته یه سری بی نظمی هم داره مثلا اینجا خب پولیگانایی که ایجاد میکنه نامنظمه دیگه نه توقع داشته باشیم که خیلی خوب این کار رو انجام بده همین که میتونه بیاد دور لبه های ما رو دقیقا بیاد سگمنت اضافه بکنه به ما کمک میکنه که توی مراحل بعدی کارامون راحت تر پیش بره اما در این حال میگم یه سری ضعفایی هم داره که مثلا مثلا پلیگان سه زلی و 5 زلی هم الان ایجاد کرده ولی باز همین که تونسته لبه های جسم ما رو بیاد بهشون سیگمن اضافه بکنه تا مثلا وقتی میخوایم چنفر بدیم جسممون خیلی دفرمه نشه خود این خوبه چون ناگهان وقتی من مثلا تو همین حالت پولی بیام اف هم بدم چون تعداد سیگمنت هم زیاده ناگهان میام توی کنترل پوینت خب میارا اینو تو زد میارم بالا ببین چقدر نرم میاد این کار واسه من انجام میده چرا؟ چون جسم من سیگمنت هایش زیاده ببین قشنگ میتونم بیام یه شیکم خیلی خوبی به این جسم بدم بیام این گوشهشو مثلا عقب جلو ببرم خیلی خوب و نرم داره دفورمه میشه چرا؟ چون تعداد سیگمنت ها زیاده تعداد سیگمنت هایی که همون با قابلیت میکواد با همون سگمنت سازی که بولینداش اضافهش کردیم خب این خیلی به ما کمک میکنه یه قابلیت جالب دیگه هم که بولین در اختیار ما قرار میده همون حالت های ترکیبیه که بهتون گفتم من دوباره یه باکس ایجاد میکنم میام یه دونه سیلن بغلش میکشم اینو میارم بالا یه مقدار ارتفاعشو میارم پایین تا دقیقا از توی هم دیگه رد بشم من وقتی بچه از بولیان استفاده میکنم میتونم می بیام تعیین بکنم که جسم دومم رو به صورت سولو هم ببینم خب حالا نکته که میخوام بگم چیه؟ همون نکته بود که اولم خدمتتون عرض کردم من اول میام بچه ها یه باکس دیگه با اوتوگیری روی این باکس هم میکشم میخوام مبدهش اونجا باشه اوتوگیری دو توی جلسات ابتدای خدمتون ارز کردم که کار کردش چیه خب اینو خود پایینم میبرم ببین الان یه همچین جسمی خب من میتونم بچه بیام بولیان ها ترکیبی ایجاد بکنم یعنی این جسم رو ایجاد بکنم خب اباکسم هم میادونه کامپوند آبجکت میزنم میرم وارد همون بخش بولیان میشم توی سابسترک میام اد اپرند رو میزنم اینو انتخاب میکنم خب الان یه همچین جسمی ایجاد شد خب من میتونم بیام همین تو همین حالتی که الان هستم از اپرند اینم اضافه بکنم ببین الان یه همچین فرمی به من داده اما میتونم یه کار جالب تر بکنم ببین من میام سیان رو انتخاب میکنم میام کرییت نیو بولیان میکنم کرییت نیو بولیان که میکنم ببینید میاد یه زیر مجموعه ای ایجاد میکنه واسه همون من میتونم این باکس رو بیارم وارد اینجا بکنم ببرم یعنی توی اون گروه قرارش بدم آها الان میدونید چه اتفاقی رخ داد بچه ها؟ ببینید من تو این تو این گروه هم لیر بیس نگاه بکن یعنی نگاه من یه باکس دارم که یک گروهی ازش کم شده اون گروه اسمش چیه ساب بولین صرف یک خب یه باکسی که یک گروه هم. حالا توی اون گروه چه اتفاقی رخ داده ببین من میتونم اینو راست کلیک بکنم روش سولو بزنم خب سولو یعنی چی یعنی الان فقط به من این بولین نشون بده اتفاقی که تو اون بولین افتاده اینه یه باکس ما داشتیم اون باکس کوچولوه که وسط دوتاشون بود از اون باکس کوچولوه اومده این سیلندر کم شده خب ببین الان دارم خود سیلندر رو میبینم میرم توی ساب بولین روی حالت سولو بذارم اینهاش هاش خب یه دونه باکس داشتم که از توی باکس سیلندرم کم شده خب بعد حالا این مجموعه این اتفاق اومده از اون باکس بالایی کم شده من الان دوباره حالت سولو رو خاموش میکنم که بتونیم نتیجه نهاییمون رو ببینیم این هاش شد فهمیدید پس چه اتفاقی افتاد شما میتونید یه مقدار این درکش سخته باید دو سه بار ببینید باید باش کار بکنید یعنی من میتونم بیام یه مکعب بسازم از تو این مکعب یه دونه سیلن کم کنم این اتفاقی که تو این سابولین افتاده خب یه باکس بود از توش یه سیلن کم شده حالا الان به جسم سبودی رسیده دیگه خود این جسم سبودی که الان بهش رسیده بیاد از تو یه باکس دیگه کم بشه این اتفاقیه که اینجا افتاده یه باکس گنده داریم این باکس سه خب از کل این باکس اومده این گروه کم شده ساب بولین. حالا این گروه چی بوده به زیر مجموعه نگاه میکنیم خود اون گروه یه باکس بود که از توی اون باکس سیلندر کم شده بود اون یه نتیجه نهایی داشت اون نتیجه نهایی اومده از باکس بالای کم شده یعنی به ترتیب میام یه مقدار باید باش کار بکنید درکش براتون راحت‌تر یه باکسه که یه گروه ازش کم شده توی اون گروه چه اتفاقی افتاده تو اون گروه دوباره خودش یه باکس بوده که یه سیلندر دیگه ازش کم شده بود شده بود یه نتیجه خب حالا اون نتیجه اومده از مجموعه بالایی از بالا سریش کم شده یه خورده بعد خودتون امتحان بکنید حالا تمرین بکنید تا دستتون بیاد این ساب بولینا چه جوری دارن رفتار میکنن آپشن بعدی که میخوام بهتون میگم بچه‌ها بولیناس توی جسمای دو بادی من تیر رو میزنم که از بالا ببینیم خب من میام یه دونه شیف ایجاد میکنم بعد یه دونه مثلا رکتنگه خب بعد میام یه دونه سیرکل هم مثلا اینجا میکشم مو رو میزنم میارمش مثلا این گوشه میام یه دونه انگان هم مثلا اینجا ایجاد میکنم خب دوباره با مو تکونش میدم بیا اینجا خب برای بولیان ها ما توی بولیان ها یه برای شیپ ویژگی دیگه هم داریم من اولا باید بیام بهشون ادیت اسپلاین بدم به اون جسم بیام به همشون یه دونه ادیت تیبل اسپلاین بدم بعد الان میتونم این مربع وسطی رو انتخاب بکنم توی خود بخش ادیت اسپلاین یه بخشی به اسم بولیان وجود داره بچه ها ببینید تو همون بخش جیومتری یه بخش بولیان به طور اتومات توی ادیت اسپلاین ها هست وقتی من توی بخش بولیان برم همون امکانات پیشورزی که توی بولیان رو داشتیم اینجا میاد یعنی الان میتونم بیام یه جسم دیگه ای رو مثل این دایره رو انتخاب بکنم فقط نکتهش اینه که قبلش باید اون جسم ها رو عتش بکنم به همین این فراموشتون نشه یعنی اول میام اتش رو میزنم هم این دایره هم این انگان یا همون شیش ایمون رو عتش میکنم به همین ادیت اسپیلانی که دارم خب حالا میام توی بخش سیگمنت ببینید میرم توی بخش سگمنت مربع مستطیل بسط رو انتخاب میکنم بولیون روی حالت اینترسکته حالا میام بولیون رو که روشن کردم این دایره رو انتخاب میکنم ببینید ازش کم شد میتونم تو همین حالت بیام یکم ازش کم بکنم خب یعنی میخوام بگم بولین به طور پیشور سوی قابلیت های خود ادیت لاین هم هست میتونیم از بولیان مثل کامپوند آبجکت اینجا استفاده بکنیم ولی این قابلیت هم به طور پیشور هست میتونیم اینجوری یونیون هم بزنیم بچه ها میاد دورشون رو نگه میداره همین دایره آره رو الان من کنترل Z میزنم اینجا است که انتخاب بولین رو میزنم یونیون رو میزنم ببین دورش رو واسه من نگه داشت ببین چه اتفاقی رخ میده فقط یه نکته که باید بهش دقت بکنید بچه ها. واسه اینکه بتونید برای شیپ ها از بولین استفاده کنید حتما باید شیپ های بسته باشه نه دایره یه دونه خط بسته بود مستطیله یه دونه خط بسته بود حتما باید برای قابلیت بولین توی شیپ ها از های شی... بسته استفاده بکنید از اسفیلان هایی که بسته شدن از اسفیلان باز نمیشه چیزی رو بولین کرد حالا من کنترل زد میزنم خب میام از همون مستطیل ابتداییم قبل از آتش. این بار میخوام با همون روشی که تو سبودیا رفتیم پیش بریم میام توی بخش شیپ ناخود کامپون شیپ مثل کامپون آبجکت خب عین همون رفتار میکنه میام شیپ بولین رو میزنم دوباره اینترسکت رو میزنم این دایره رو دوباره اد اپرن اینو انتخاب میکنم الان رو حالت اشتراکی رو حالت سافترک میزنم اد اوپرن که روشنه اینم انتخاب میکنم یه قابلیت خیلی خوبی که بعد توی های دو بودی داریم این قابلیتی که این پایین هست سیم پارامتر من میتونم اینو بزنم روی فیلت میاد اون جاهایی که محل تلاقی دو تا شیپ من بود رو فیلت هم میزنه اینا همین همینجا میتونم ببینید چه اتفاقی داره رخ میده اینجاها داره واسه من فیلت میکنه همینو میتونم واسه سیرکل هم بزارم. یعنی جایی که با سیرکل برخورد داشت اونجا هم فیلت میکنم ناکنی لبه هاشو نرم میکنی یعنی کار میتونیم یه مقدار کارمون رو بیشتر پیش ببریم کاری که میخواستیم فیلت و چنفه رو جدا انجام بدیم میایم همینجا توالت سیم پارامتر. از اون مستطیل اول دایره رو کم کردم شیز دریم هم کم کردم لبه ها و کنج هایی که الان ایجاد شده به خاطر بولیانو رو میتونم بیام یا فیلتش بکنم یا چنفر فیلت میاد اینجوری گرد میکنه چنفر میاد پخ میزنه این الان میزنم رو حالت چنفر نا این چنفر پیدا کرد اندازش هم کوچیک و بزرگ باز واسه هر آپرانت جدا الان سیرکل رو انتخاب کردن فقط روی این کنجایی که به خاطر دایره ایجاد شده دارم کار میکنم میتونم برم روی انگان انگان هم رو روی رو رو حالت فیل... فیلته این لبه ها این هم میتونم بیارم بزنم روی حالت چنفر ببینید اینم انگار پخ خورده دوباره میتونم با اندازهاش کار بکنم اینم یه ویژگی بود که توی بولینی که برای شیف ها بود میتونستیم ازش استفاده بکنیم. خیلی ازتون ممنونم بچه‌ها که به این قسمت هم نگاه کردیم مطالب این جلسه تموم شد امیدوارم باهاش کار بکنید تا خوب ملکه ذهنتون بشه چند تا نکته رو گفتم دقت بکنید که بولیان بولیان عادی یا ها. یادتون باشه میومد میخوام مرور بکنم براتون که دقیقا ملکه ذهنتون بشه چون خود مفهومش سنگینه بولیان اول تو حالت عادی واسه جسم سوادی وقتی ما یه جسم سوادی یا جسم سبودی دیگه کم می‌کردیم سگمنت‌هایی که حاصل می‌شد به خاطر این جسم سبودی روی این یکی اولیه بی‌نظم بود چرا چون دیدیم همون جسم سبودی رو میاد از توی این یکی کم میکنه سگمنت های این یکیه مثلا استوانه ها رو میندازه روی مکبه باعث میشه تا سگمنت های مکعب به هم بریزه میتونستیم بیان به جای بولین از پروبولین استفاده کنیم پروبولین هم میومدیم استوانه رو این جسم سبودی کم میکرد ولی ما میتونستیم بهش بگیم که بعد از اینکه این جسم این استوانه رو مثلا از این مکعب کم کردی یه سری سگمنت برای ما اضافه بکن روی این با درصد هم کار میکنم مثلا میتونستیم بگذاریم روی یه درصد که یه سری سگمنت های نزدیک به هم برای ما ایجاد بکنه که این مکعبمون رو تو آینده وقتی میخوایم باهاش کار بکنیم سگمنت هاش بانستر قشنگتر باشه مثلا وقتی چنفر میدیم قشنگ چنفر ما بیاد خیلی نرم ایجاد بشه این فرق و قابلیتی بود که پرو نسبت به بولین به ما میداد توی جسم های دو هم که گفتیم ساده است هم توی بخش ادیت اسپلاین بولیان هست یعنی اصلا لازم نیست بیان به کامپون تبدیلش بکنید همون تو پارامترهای شیپا که بیان اون پایین بولیان وجود داره هم اگه خواستیم میتونین بیاین از اون بخش کامپون شیپ استفاده بکنید یه ویژگی خوبی که کامپون شیپ به ما میداد همین بود که میتونستیم تو همون لحظه اولیه که جسم های دو بودیم رو هم دیگه کم کردیم یا حالا با هم اشتراک گرفتیم بیای محل تلاقی رو فیلت یا چنفر بکنیم یعنی یه مقدار گردش بکنیم یا یه مقدار پخی بزنیم این هم قابلیتی بود که کامپون شد به ما میداد امیدوارم از مطالب این جلسه لذت برده باشیم و حتما اگه برای تو مفید بود باید کنیم برای شخص دیگه یا مفیده لطف کنید و براشون بفرستیم خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتیم